سلام دوستان عزیزم، حالتون چطوره؟ امشب من اومدم محله جلفای اصفهان، محله ارامنه نشین اصفهان و ساعتم حدود 10 شب و هوا هم خیلی خنک و خوبه. من عاشق این محلم، یه وایب خوبی داره، قشنگ تفاوتش رو با بقیه محله های اصفهان حس میکنی، انگاری اومدی اروپا. سنگ فرشای زیباش، تمیزی خیابون، معماری خاص خونه هاش و کلیسا و کافه های اطرافش واقعا جو لذت بخش رو به وجود آورده که من همیشه میگم کاش اینجا من یه خونه داشته باشم. حالا که بحث خونه هم شد، قیمت خونه های این محله هم بخوام بهتون بگم حدودا متری 70 تا 100 میلیون و برای دوستای خارجیمون هم بگم که میشه متری 1400 دلار تا 2000 دلار بسته به این که اون خونه قدیمی ساز باشه، نوساز باشه و دقیقاً کجا واقع شده باشه، این نرخ متفاوته. حالا شما به من بگید تو کشور و منطقه‌ای که هستید مقایسه کنید و کامنت کنید برام که میشه با این پول خونه گرفت، نمیشه، شاید هم بشه چند تا خونه گرفت. به هر حال نظرتون رو بهم بگید راجع به قیمت خونه. و اینکه از بحث خونه بگذریم، بخوام تاریخچه اینجا رو براتون بگم، خیلی جالبه. در سال 999 قمری شاه عباس صفوی میاد و یه پیمانی رو با دولت عثمانی میبنده که یه سری مناطق ایران مثل تبریز، ارمنستان، گرجستان، قره‌باغ به مالکیت دولت عثمانی در میاد. 14 سال بعد این موضوع دوباره بین ایران و دولت عثمانی درگیری و لشکرکشی و از این داستانا میشه و این وسط هم جلفای قدیم که یه شهر مرزی در جمهوری آذربایجان بوده تو این لشکرکشی و دعوا گیر میفته و به خاطر ناتوانی نظامی ایران شاه عباس تصمیم به عقب نشینی میگیره و دستور میده که مردم بومی اون منطقه از سمت مرز بیان داخل ایران. مردمم توی یه زمستون سختی هم بوده راهی میشن سمت شهرهای خلخال و مشکین شهر و اینا. بعد از این زمستون سخت با فرارسیدن بهار میرسن سمت اصفهان. حالا این مردم بومی که دینشون هم اکثرا مسیحی بوده و جلفای قدیمی رو رها کرده بودن، تصمیم میگیرن که داخل اصفهان جلفای جدید خودشون رو تأسیس بکنن و شاه عباس هم یه سری زمین‌هایی رو در حاشیه زاینده رود بهشون میده و اینا مشغول میشن به اینکه اون محله قدیمی خودشون رو بیان توی اصفهان دوباره پایه‌گذاری بکنن و کلیساها، مدارس، آداب و رسوم خودشون رو دوباره از نو بنا بکنن. ارمنی‌ها این محله با مصالح بومی ایرانی، همون خشت و آجر، بناهایی رو میسازن با ترکیب معماری ایرانی و اسلامی و ارمنی که همین باعث جذابیت دوچندان این محله شده. در کلیپ‌های بعدی از آثار تاریخی این محله مثل کلیساهاشون، مدارسشون براتون حتما فیلم میذارم و اگر این کلیپ رو دوست داشتین حتما لایک و سابسکرایب بکنید. مرسی که از ما حمایت میکنید.